قهوه میگیری کیلوی 200 تومن، کیلوی 300 تومن، یه جزوه خوب میگیری، مقدار آبی که میریزی همه چی اوکی، ولی قهوه‌ای که به دست میاری میشه این، نه بو داره، نه کرم داره، نه عطری داره، نه هیچی. بعدش هم میای شاکی میگه چرا ما تو خونه قهوه درست میکنیم مثل بیرون نمیشه. اگه میخوای یه فنجون قهوه ترک اصولی و خوشمزه رو یاد بگیر تا آخر این ویدیو با من باشی. آقا ما واسه درست کردن یه قهوه ترک خوب توی خونه زیاد مشکل خاصی نداریم، زیاد چالشی نداریم، چیز سخت و پیچیده نیست که اون چیزی که تو خونه میل میکنین همون چیزی باشه که بیرون یا تو کافه یا رستوران ها میارن واسه تون میل میکنین. به خدا قهوه همونه، گاز همونه، شعله همونه، آب همونه، یه سری نکات داره شما باید رعایت کنین که بهترین حالت از این پودر قهوه ترک تهیه کردین رو ازش بگیرین. یعنی شما قهوه کیلی ترک، حالا بهترین نوع قهوه ترک تو بازار باشه رو بگیرین یا ارزون‌ترین قهوه فله‌ای هم بگیرین بخواین عمل بیارین، یه سری چیزا رعایت نکنین، دمای آب و اون حجمی که دارین می‌ریزین، اون مدت زمانی که می‌خواین تایم بدین به قهوه رعایت نکنی، هیچ فایده‌ای نداره قهوه‌تون کیلی 100 باشه، کیلی 300 باشه، قهوه دم نمی‌کشه. کنارتون با هم دیگه یه دونه قهوه، یه لیوان قهوه ترک میخوام درست کنم که اون اصول خیلی ساده و خیلی خیلی پیش پا افتاده رو بخوام رعایت کنم. یه فنجون میخوام قهوه ترک درست کنم، هولوش دو قاشق دیگه، دو قاشق، سه قاشق من این پودر قهوه رو میریزم که میگیم جذب استفاده کنین مسی، به خاطر اینکه حرارت رو خیلی ملایم، خیلی سریع انتقال میده به چیزی که داخل جذبه ریختین. اگه شما توی شیرجوش، هر شیرجوش غیر این از جنس غیر این استفاده کنید، یک کوچولو تاثیر داره، یک کوچولو اون رسوندن حرارت به داخل قهوه اون تاثیر داره. من پیشنهادمون همین جزوه مسی که قیمت آنچنانی هم نره. آب سرد استفاده کنین، یعنی آبی که از شیر هم حتی میخواین بریزین داخل جزوهتون اونم حتی خوب نیست. شما آب سرد استفاده کنین. چرا؟ واسه اینکه وقتی که آب سرد میریزین داخل جزوه میخواین مود تایم بدین به قهوه که دم بکشه، آب سرد دمش خودش پایین‌تر هست، بس به خاطر همین این دم کشیدن قهوه ترک و سرعتش رو میبره پایین. یعنی اون آب و قهوه‌ای که داخل جذبتون ریخته شده تایم بیشتری طول میکشه تا به نقطه جوش برسه، چه نه تایم دادیم اثاری گیری بشه اون کافئین به فنجون قهوه‌مون بیاد. قاشق ریختم، آبی که داخل یخچال گذاشتم دمش سردتر از آبی که از شیر یا آب معدنی میخوام استفاده کنم. من حالاش همون 3/4 فنجونم رو آب سرد میریزم. باز یه نکته ای که خیلی مهمه تو این مرحله، قبل از این که بخوایم بذاریمش رو گاز، این قهوه رو هم بزنیم. وقتی که داری هم میزنیم قشنگ اون آب و اون پودر قهوه قشنگ با هم دیگه حل میشه، میذاریمش رو شعله دیگه یک دست میشه قهوه، اونجوری نمیشه که پودر قهوه رو بمونه، یه نصف پودر قهوه زیر بمونه یا بچسبه به درجه. من اینو کمک میکنم بهش قشنگ حل بشه، 30 ثانیه حل میزنم، هم میزنم که حل بشه، بعدش میذارم روی شعله گاز. خب قهوه رو گذاشتم روی شعله تقریبا ملایم، اول یه مقدار هم میزنیم روی گاز گذاشتیم، بعد یه چند دقیقه اجازه میدیم تا قهوه همون خودش رو پیدا کنه با شعله ملایم. بعد اینکه قهوه اون به این حالت رسید یه مقدار از گاز فاصله میدیم، دوره یه بار دیگه نزدیک میکنیم شعله ولی نمیذاریم بریز، زمانی که داریم میزه از شعله ور میداریم. خب وقتی که قهوه اون آماده شد یه چند ثانیه به قهوه زمان بدین، یه دو سه بارم که بزنین اینجوری که عالیه، دو سه بار بزنین، یکی اینکه اون کف یا کرم روش یک دست بشه، حبابش بترکه، دو این که اون توفاله قهوه یه مقدار بره پایین، یعنی کل فنجونی که میخواییم سرو کنیم واسه خودمون واسه مشتری و هر کسی کلش اون توفاله پودر قهوه نباشه. بعد که دوتا بار زدیم خیلی آروم جوری میریزیم که این کرمش بیاد روی سطح قهوه به این شکل. تموم شد، همین. امیدوارم که استفاده کنین و لذت